انجمن پادشاهی ایران هوشنگ شروور بی نظیر دی. این سخن واقعا برای من جالبه که دشمنان ملت ایران همون دشمنانی هستند که فردوسی مشخص کرد برای این ملت، و باید یه دی آخر این شروورت میذاشتی که مشخص بشه که هستی و کجا قرار داری. از ایران و از ترک و از تازیان نژادی پدید آید اندر میان، شروور بی نظیر دی، حق با شماست. اگر شما خردمند بودید یا دانشمند بودید یا دانشور بودید، دهقان بودید، با دانشور دهقان هوشنگ از انجمن پادشاهی ایران تماس می گرفتید و مشکلتون رو می گفتید، اون وقت دیگه شروری نبود، سخن جدی می شد. نمی تونستی همینطوری تیری در تاریکی بندازی و بری. سخن بر سر این از زمانی که فردوسی بزرگ قلمش رو روی کاغذ گذاشت، سیر خرد در این سرزمین یک سیر نزولی پیدا کرد. مقایسه میکنی فردوسی رو با نویسندگان و خردمندان و دانشمندان بعد از فردوسی، میبینی که چگونه همه چیز گام به گام زیر فشار بیگانه، زیر شمشیر دشمن، چگونه همه چیز گام به گام به عقب رفته میشه. سخن فردوسی رو مثلا بخوایم مقایسه کنیم با سخن سعدی که میگه ز راه خرد بنگری اندکی، که مردم به معنی چه باشد یکی. سخن سعدی بنی آدم اعضای یک پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. سخن فردوسی مادر کلام، فردوسی مادر خرد، میگه مگر مردمی خیره خانی همی، که جز این نشانی نبینی همی. سعدی این بخش رو نادیده میگیره. من به دانش سعدی اشکالی ندارم، ولی سخن بر سر سیر خرد در این سرزمینه. سخن جناب نظامی رو ببینیم. مسلمانیم ما او گبر نام است، گر این گبری مسلمانی کدام است. نگاه میکنه و گبر رو میبینه، حرکاتش رو، خردش رو، عشقش رو و مسلمان رو میبینه، شمشیرش رو، بی خردیش رو، بی دانشیش رو، کشتارگری و تنفرش رو، ضد ارزشش رو، زبانش نمیتونه آرام بشینه. میگه همان گبران که بر آتش نشستند، ز عشق آفتاب آتش پرستند. ما آتش رو پرستاری میکنیم به عنوان سمبل آفریدگار عالم، به عنوان مادر به پدید آمدن جهان هستی. این آتش رو میپرستیم و پرستش میکنیم و پرستاری میکنیم. ما خدا رو نمیپرستیم، ما اهورمزدا رو ستایش میکنیم، ما خرد رو ستایش میکنیم، آتش رو پرستاری میکنیم، که این آتش سمبل روشنایی و این آتش سمبل آفرینش هست. این سخن ملت ایرانه. مسلمانان، من آن گبرم که دین را خار می
دارم، مسلمانم همی خوانند و من زنار می دارم. میگه دین قومیته، من آن گبرم، من ایرانی هستم که دین را خار می دارم، مسلمانم همی خوانند و من زنار خودم رو دارم، من به زرتشتم، به اصطلاح وفادارم و اعتقاد دارم به سخن پندار نیکم، گفتار نیکم و کردار نیکم. مسلمانان، من آن گبرم که دین را خار می دارم. بارها گفتم که دین قومیت، مذهب و دین از آسمان نمی افته. دین و مذهب روابط اخلاقی و اجتماعی یک قومه که یکی از ما بینشون بلند میشه و این روابط رو فرمولیزه میکنه و ارائه میکنه بهشون. و در قدیم خب چون خرد این گونه که امروز رشد کرده نکرده بود، یک نفر پیدا میشد و میگفت من حالا از طرف خدا آمدم، نمیدونم، من نمیدونم، فلانم، من فلان میکنم، که بیاد مردم رو توی اون چارچوب قوانین و روابطی که این جامعه، البته اون جامعه گذشته برش استوار بود، مردم رو موظف بکنه به در واقع قبول اون قانونمندی اون جامعه. من یادم میاد که من یک روز در باره سیر خرد در ایران سخن گفتم و اینا دردشون اومد، جمهوری اسلامی. بلافاصله در لندن یک نوار گذاشتن که بله، جناب فولادمند از سعدی سخن میگفت. ما هم از سخن از دانش سعدی میگیم، ولی سخن بر سر خرد سعدیه. 10 دقیقه بعد دیدیم که لس آنجلس نوار رو گذاشت که هی هوشنگ گفته که خرد در ایران نزولی بوده، حالا فولادمند از سعدی سخن گفته. فولادمند از دانش سعدی سخن گفت که دانش ملت ایرانه. خرد سخن دیگری هست. برمیگردم به دنباله سخنانم.